باران بیوقفه بخش‌های از شمال هند را در نوردیده و مدارس چندین شهر را مجبور به تعطیلی کرده است. این بارندگی غیر معمول باعث ویرانی فراوانی در سراسر کشور هند شد و در 24 ساعت گذشته حداقل جان 18 نفر را گرفت. سازمان‌های دولتی فیلیپین از لایحه‌ای برای ایجاد بخش و محل‌های مخصوصی برای دفن مسلمانان در قبرستان‌های عمومی این کشور حمایت کردند. در حال حاضر مسلمانان فیلیپین اجازه دفن کردن اجساد فوت شدگان خود را در قبرستان‌های عمومی ندارند، لذا برای دفن کردن این فوت شدگان هزینه و سختی بسیار زیادی را متحمل می‌شوند تا جسد را به مناطق دوردست ارسال کنند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان صبح امروز سه‌شنبه 83 جلسه خود را با شنیدن بیانیه آندریا اوری، مدیر بخش گروه‌های متمرکز شعبه معاهدات حقوق بشر دفتر کمیساری عالی حقوق بشر و تصویب آن آغاز کرد. شورای حقوق بشر در 51 جلسه خود بحث سالانه خود را درباره ادغام دیدگاه جنسیتی در سراسر کار شورا با موضوع غلبه بر موانع مبتنی بر جنسیت برای آزادی عقیده و بیان برگزار کرد. سازمان ملل متحد و صلیب سرخ گزارشی تهیه کردند که روز گذشته دوشنبه منتشر شد و در آن به این نتیجه رسیدند که در دهه‌های آینده به دلیل امواج گرما که در حال افزایش است، بسیاری از مناطق جهان غیر قابل سکونت خواهند شد. این دو سازمان خاطر نشان کردند که با توجه به توسعه آب و هوای کنونی، امواج گرما ممکن است به محدودیت‌های فیزیولوژیکی و اجتماعی در دهه‌های آینده برسد یا حتی از حد آنها فراتر رود و باعث رنج گسترده و تلفات جانی شود، به ویژه در منطقه ساحل شاخ آفریقا، آسیای جنوبی و آسیای جنوب غربی. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیا، مدیر صندوق بین‌المللی پول روز گذشته دوشنبه درباره خطر فزاینده رکود جهانی هشدار دادند و گفتند که تورم همچنان یک مشکل ادامه دار پس از حمله روسیه به اوکراین است. هر دو مقام خواستار اقدام هماهنگ برای کمک به بازارهای نوظهور شدند و اعلام کردند که کندی رشد در اقتصادهای پیشرفته، افزایش نرخ بهره، خطرات آب و هوایی و ادامه قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی به شدت به کشورهای در حال توسعه ضربه می‌زند.